زمن پرسیدی. زمن پرسیدی کی را می پرستی؟ زمن پرسیدی کی را می پرستی؟ گفتم خداوند را. گفتی کی را دوست داری؟ گفتم زندگیم را. گفتی چی می خواهی؟ گفتم خوشی هایم را. پرسیدی از چی حراس داری؟ پرسیدی از چی حراس داری؟ گفتم از عاشقی. بدون این که جواب هایم را بدانی ز من رنجیدی و رفتی. خداوند را می پرستم چون تو را آفریده. خداوند را می پرستم چون تو را آفریده. زندگیم را دوست دارم چون زندگی من توی. خوشی هایم را می خواهم چون خوشی من توی. از عشق حراس دارم چون نمیخواهم جز من عاشق دیگری باشی. جز من عاشق دیگری باشی. سلام هموطنان عزیز، امیدوار هستم که در هر کجای دنیا که بیننده برنامه هستین جور و خوش و سرحال باشین. ما آرزو یونس از شهر سیدنی استرالیا باز هم مهمان خانه های شما هستم. هموطنان عزیز، امروز در برنامه ما یک مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی داریم که از کشور همسایه ما از ایران هستند و ایشان مشاور پست با مو هستند که ما ازشان دعوت کردیم که امروز بیاین و شما خانم ها و همچنان آقایان عزیز معلومات بسیار مفید به خاطر موهای شما بدن. میمان عزیز ماست، مستانه جان، سلام، خوش آمدیم به برنامه. سلام عزیزم، حال شما؟ ممنون از دعوتتون، ممنون از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردید. سلام خدمت بیننده‌های عزیز، امیدوارم هر جا که هستین سالم و شاد باشین. تشکر، زنده باشین. تشکر از شما که خیلی مصروف هم هستین، وقت گذاشتین که میمان برنامه ما باشین. مستانه جان، در آغاز بر ما بگو که کراتین چی است، چون در این شب روز بازار کراتین خیلی گرم است و خانم ها بسیار زیاد علاقه دارن به کراتین موها. میشه که در این باره معلومات بدین؟ بله، کراتین در حقیقت یک ماده بسیار موثری هستش که این ماده اصلی حکمش در ساختار مو محافظت و استحکام و لطافت موه. بر اثر افزایش سن و شرایط آب و هوایی و بر اثر اینکه این روزا بیشتر اکثر خانوما بر طبق عادت و علاقه‌ای که دارن رنگ‌های زیادی مکرری رو انجام میدن بر اثر مواد شیمیایی، کم کم این ماده مؤثر از بدن رو به تحریر میره. وقتی که میاییم خدمات کراتین رو روی مو اعمال میکنیم، یه غلافی روی مو رو میگیره که یه مدت کوتاه به مو استحکام میدیم، یه لطافت و شادابی به مو میدیم. این باعث میشه که خانوما خیلی از این قضیه خوششون میاد، برای دوره خیلی کوتاه موهاشون رو کراتین میکنن. بله، مستانه جان، چی اشخاص نمیتونن که از کراتین استفاده کنن؟ کسایی که مشکل هپاتیت دارن و کسانی که هموفیلی هستن، فلج صورت دارن، تب بالا دارن و کسایی که به پنیسیلین خیلی حساسیت دارن، نمیتونن یعنی پنیسیلین استفاده کنن. اشخاصی که آلرژی و آسم دارن و عفونت دارن، آفتاب سوختگی در کف سر دارن،
و کسایی که بیماری تنفسی و آلرژی و قلبی و ریوی دارن اینا نمیتونن از کراتین استفاده کنن. خیلی جالب بینندای عزیز، شما چیزایی که مستان جان گفت بسیار مفید است، فکرتانه بگیرین که کراتین برای همه اشخاص نیست. خب مستان جان، کسایی که کراتین موهایشان میکنن از چی نوع شامپو استفاده کنن؟ آیا شامپوی مشخص خاصی از برای موها یا از هر نوع شامپو میشه استفاده کرد؟ شامپو اکثرا چون سدیم و پارابن دارن و حاوی نمک هستن، بهتره که تو دورانی که کراتین داریم انجام میدیم به خاطر طول عمر کراتین از شامپوهای فری سولفات استفاده کنیم، بدون پارابن. فری سولفات و بدون پارابن بهترین شامپوهایی هستن که برای دوره کراتین استفاده میکنیم. بسیار عالی. کسایی که موهایشان کراتین کردن، شستشوی زیاد به موهایشان ضرر داره یا که فرق نمیکنه؟ بله، شستشوی زیاد کلن کراتین رو از بین میبره. بهتره که شستشو رو کمتر کنیم و یعنی شامپو به مو کمتر بخوره. حالا سبا از مسئله این که باید شامپو فری سولفات استفاده بشه، حتما هم باید با آب ولرم رو به خنکی مو رو شستشو بدیم، چون آب داغ باعث میشه که کراتین و عمرش رو کمتر میکنه. خب مستانه جان، شما خودتان در مرکزتان چی کارهایی رو انجام میدین؟ مرکز ما کلن مجهز شده به دستگاه‌های خیلی پیشرفته و وجدان کاریمون توی این مرکز خیلی بالاست. یعنی دقیقا کاری که من برای دخترم و خانوادم انجام میدم، دقیقا سیم همونو برای کلاینت های عزیز انجام میدیم. محبت دارن کلاینت ها، همیشه ما رو ساپورت میکنن و بر میگردن به این مرکز. در این مرکز کلن کار درمانمون و احیایمون رو انجام میدیم. بعد از اینکه کار احیا انجام میدیم، کارهای نانوکراتین، نانو دیسیپلین، نانو ریباندینگ، هات اویل تراپی و اویل تراپی، آرگان تراپی، خاویار تراپی و بسیاری از خدمات دیگه رو ما اینجا انجام میدیم، به علاوه هرکات های بسیار پروفشنال که با قیچی های مدرن و دستگاه های برقی ما هرکات انجام میدیم. بسیار عالی. سرویس هایی که شما گفتین انجام میتین، من در دیگه آرایشگاه نشنیده بودم قبلا، اولین بار است میشنم. و بیننده عزیز ما که در سیدنی هستن میتونن که پیش مستانه جان تشریف بیارن و مویای سالم داشته باشن. مستانه جان، وقتی که آقایان، درباره آقایان هم میگیم، به خاطر زیاد بیننده ما میگه که مرد ستیزی میکنی، بیشتر درباره خانم ها برنامه میسازی، آقایان کسایی که موهایشان میره و اصطلاح شما کچل میشن و یا ما که کل میگیم، چطور میتونن که موهای خود را تداوی کنن؟ کسایی که رفته و کسایی که نرفته در حال رفتن است، چطور میتونن جلوگیری کنن؟ آقایون به خاطر اینکه زودتر دچار تاسیه مو میشن و اینکه این مسئله ریزش مو یک امر ژنتیکه در حقیقت برای آقایون، ریزش مو در آقایون بیشتر شایع است تا خانومات، بیشتر دچار تاسی میشن، زودتر دچار تاسی میشن. بهتره که آقایون خیلی مراقبت از مو کنن. قبلش بهتره که جلوگیری کنن. حالا اگر که مو ریخت دیگه کاری نمیتونم، من کاشت مو انجام بدم. بله. ولی قبل از اینکه مو ریزش پیدا کنه، بهتره که از مزوتراپی، پی آر پی استفاده کنن. حالا داروهای مانوکسیلید خیلی مهمه برای مو و ماساژ اکسیژن رسانی به پوستشون بسیار تا بسیار قوی هستش و داروهای هرتامین آقایون، این دارو ویتامینه خیلی موثره برای اینکه دچار همچین حمله ریزش مو نشن. بسیار خوب. ویتامینایی که در بازار فروخته میشه برای موها که هست، اونا مفید تمام میشن یا ای که چیزای مثلا ارگانیک هست که خودشان در خانه هم میتونن انجام بدن خودشان؟ مثلا ماسکای مخصوصی، البته آقایان میگم، خانم ها رو پسان سوال میکنم، از چیزی که اونا استفاده کنن، مثلا روغنای مخصوص یا چیز هست یا خیر؟ ببینید، داروهای گیاهی مواد طبیعی طبعا ارگانیک هن دیگه، خب خواستشون خیلی خوبه ولی خیلی دیر جواب میده. موادی که توی بازار داره به تولید و عرضه میشه کمک میکنه که سریعتر طرف بازدهی جواب بده.
در کنار مواد که بازار خریداری میکنن که شما میگین که داره تو مثلا بهتر یا نه، در کنارش مواد ارگانیک ماسکای خانگی هم استفاده بشه خب خیلی کمک میشه، ولی به تنهایی خیلی دیر جواب میده. اوکی درست است، پس باید حوصله کنن. بله. خب مستانا جان، میشه یک ماسک خوبه بگوین که خانم ها یا آقایان بتانن در خانه جور کنن برای موهای خود استفاده کنن؟ خب ببینین، ماسک برای خیلی زیاد هستش، مهم اینه که برای چه درمانی صورت بگیره. بله. الان مشکلی که بیشتر هست برای خشکی مو، ما میخوام یه ماسک بگم برای اون بگم. درست. برای خشکی مو بهتر این که از یه آووکادو و یه مقدار عسل و ماست پرچرب اینا رو خوب میکس کنن و نیم ساعت رو سر بمونه. حتما هم باید با آب خنک بشورن. وقتی که این ماسک رو میزنن خیلی آبرسانی به مو میشه و یه نرمی رو به مو میده، ولی زمانی که اگر مو قرار ریزش داره، بخوایم ریزش مو قطع بشه، بهتره که اول که به پزشک مراجعه کنن. ولی چیزی که کمک میکنه فوری مو رو پانسمان میکنه آب نمکه. آب نمک؟ بله. آب نمک باعث میشه که یه مقدار سریع جلوگیری کنه عریزش شدید. اینکه آب نمک رو خیلی با آب گرم میکس میکنیم، خوب که حل شد، بعد از اینکه شامپو رو استفاده کردیم به کف سر و مو استعمال میکنیم، یه چند دقیقه میمونه، بعد میشوریم. شور بعدی حموم، یعنی وقتی که شاور میخواییم بگیریم، آب نمک استفاده نمی کنیم، به جاش از کافی استفاده میکنیم. کافی؟ بله. کافی رو شب تا صبح اول خیس میکنیم در اون آب، میمونه، بعد صبح که شاور میگیریم، بعد از شامپو کافی میزنیم. میکس کافی بر اثر کافئینی که داره باعث میشه که ریزشمون رو کمتر میکنه، جلوگیری میکنه. دو تا ماده موثری که فعلا خیلی مهمه این دو تا چیزای خانگی هستن. بعد شروع می‌کنیم با دستگاه‌هایی که برای ریزش مو هستن، حالا برای مراکز معتبر کسایی که در این کار تخصص دارن مراجعه کنن و جلوگیری کنن. PRP و ماکرونیدلینگ و مزو هم باعث میشه که جلوگیری کنه از ریزش مو. همچنین دستگاه های اوزونتراپی و دستگاه های خیلی پیشرفته که الان در این مرکز ما داریم، همه اینایی که توضیح دادم همه رو ما انجام میدیم، اینها باعث میشه که سریعا جلوگیری کنه که سخته وقتی که مو میریزه دوباره بخواد در بیاد. پس هرچه زودتر جلوگیری بشه بهتره. بسیار عالی امتنان عزیز، امیدوار هستم که چیزایی که مستان جان گفت متوجه شده باشین و همچنان گفتن که کافی را شب قبل تر میکنین، که خیز گفتن یعنی تر میکنین، کسایی که اگر نفهمیدن و بعدش فرداش استفاده میکنین. حتی آرز جون ببخشیم اینه کلمتون، شامپوهایی همه هستش که خودش کافی داره به نام آلپسین وان، این خودش هم کافی داره، که اصلا شامپوهایی هم که کافی داره مختص موهایی که ریزش مو دارن، اینا هم خیلی موثره. بسیار جالب، من خودم شخصا خیلی چیزا امروز آموختم. لطف دارین شما. بعضی مردم میگن که نباید شامپوی خود تبدیل کنیم، مثلا همیشه از یک شامپو که استفاده میکنیم استفاده بکنیم. مثلا با کریم دندان که استفاده میکنیم میگن همیشه یک کریم دندان استفاده نکنیم، ولی شامپو رو برعکس میگن که همیشه باید یکی باشه. این چقدر حقیقت است؟ یعنی باید همی کار کنیم یا نه؟ آخه سن و اثر افزایش سنی که ما داریم به خاطر شرایط آب و هوایی داریم، یا مثلا کم خونی دوچار میشیم، دوچار بیماری هایی یه دفعه دوچار میشه بدن، یا اینکه مثلا شوک های فیزیکی داریم، جراحی میکنیم یا چیزی داریم، نوع شامپو باید عوض بشه. این یه چیز طبیعیه بر اثر زندگی روزانه‌ای که داریم، مسائلی که برای درونی بدنمون پیش میاد، نوع ساختار شامپو باید عوض بشه. نمیتونین یه شامپو رو برای همیشه استفاده کن، مگر اینکه بدن همه چیزش اوکی باشه، هیچ مشکلی به وجود نیاد، اوکی، هیچ مشکلی نداره. اوکی بسیار خوب. بعضی اشخاص از بیبی شامپو، شامپوی اطفال استفاده میکنن، میگن که این بهتر است، مواد شیمیایی یا کیمیایی نداره. نظر شما چیه؟ شامپوی بچه خیلی شامپوی خوبیه. یعنی یه چیز بدون ضرره، استفاده کردنش عالیه، ولی برای هر نوع مویی نه. مثلا برای مویی که کراتین شده یا احیا درمانی شده، شامپوی بچه اصلا جوابگوی عمومی نیستش. ولی برای کسی که
موش، موی نچراله و هیچ کاری نکرده روی موهاش، یا بلیج سوخته نیستش، یا ریزش شدیدی نداره، هیچ مشکلی نداره. خیلی هم شامپوی مفیدیه، بدون ضرره میتونه استفاده کنه. آیا استرس یا تشویش و یا بیخوابی باعث ریختن موها میشه یا کدام تاثیر نداره؟ استرس بگیم رو چی اثر نداره؟ رو همه چی. وقتی که استرس تو میاد رو همراه طرف، این باعث میشه که رادیکال‌های آزادی که به وجود میاد رو پوست و مو اثر میذارن. حتی برای کبودی زیر چشم خیلی نقش مهمی رو دارن. گودی زیر چشم اینا نقش خیلی مهمی رو دارن. تا میشه باید از استرس دور بود دیگه. چون خود استرس شوکایی که به وجود میاد باعث ریزش مو میشه. اوکی. امتنان عزیز، کوشش کنین که تشویش نکنین، مقبول بانین. انشاءالله. شستشوی بیش از حد موها چقدر ضرر داره؟ بعضی کسا هر روز، اونا که شاور میگیرن، هر روز موهای خود شامپو میزنن میشوین. چقدر ضرر داره این کار کردنش؟ شامپو به خاطر موادی که داخلش داره بر اثر شستشوی زیاد باعث میشه چربی مو از بین بره. وقتی که چربی مو از بین پیش از حد میره، پوست باعث خشکی میشه. حالا امکان داره پوست شوره درماتیت، نوع بیماری درماتیت بگیره، یا اینی که کلن مو دمیج بشه، دهیدراته بشه. پس بهتره که حداقل ممکن هست شامپو استفاده نشه، یعنی مگر اینکه واقعا مو چرب بشه از شامپو استفاده بشه. نه، اصلا شامپو زیاد اصلا برای مو مهم نیست. مو رو خیلی از بین میبره، بی نهایت از بین میبره. خود همون به خاطر اینکه سبا مثلا اینکه شامپو میزنیم، با آب که شستشو میدیم، آب داغ هم خودش یه اصول دیگه است که باعث میشه مو بیشتر دمیج بشه، بیشتر باعث میریم توی خشکی مو. اوکی. بلو درای کردن یا که اوتو کردن موها چقدر به موها آسیب میرسانه؟ چون زیاد کسای مثل خودم همیشه مجبور هستیم، چون من زیادتر پیش کمره هستم و جایی که میریم باید موهای خودم مرتب کنیم، چقدر ضرر میرسانه به موها؟ خب آرزو جان، شما که به ما قول دادین که تشریف بیارین اینجا، کار احیا برای موهاتون انجام بدین. بله. تا میشه که کسایی که میخوان مرتب موی زیبایی داشته باشن، صاف باشه، نمای قشنگی داشته باشه، اینا باید درمان انجام بدن. وقتی که یک مو درمان انجام میشه، این مو دیگه به خودی خود حالت شاین رو میگیره، خشکی و وز رو از بین میبره. اصلا احتیاجی به بلودرایی نیستش، احتیاجی نیستش که یک مو از آیرون استفاده بشه برای لخت شدنش. یا اگر درمان نمیخواد انجام بشه، گزینه‌هایی همچون بوتاکس و کراتین هستن که میتونن روی مو اعمال بشن که برای مدت کوتاهی کمتر از سشوار استفاده بشه. ولی کلن سشوار مو رو بی نهایت دمیج میکنه. خود دمای سشوار خیلی مهمه، زاویه‌ای که سشوار گرفته میشه خیلی مهمه. بله. سشوار منظورشان بله. از بلودرای هسته. بله. کلن سشوار منظورم دستگاهیه که میگیرم برای بلودرای. بله. بلودرای بدون محافظ برای مو بسیار خطرناکه. کسی که میخواد بلودرای کنه حتما باید افیکساتورای قبل از بلودرای استفاده کنه برای مو، که مو محافظت کنه از حرارت بلودرای. این باعث میشه که مو کمتر آسیب ببینه. از اسپراهایی استفاده کنن که قبلش که بتونن قشنگ مو رو محافظت کنن که به هیچ عنوان صدمه و دمیج نبینن. آیرون خیلی بی نهایت آسیب بی نهایت بیشتری نسبت به سشوار داره، که من اصلا توصیه میکنم این کار رو نکنیم، مگه دیگه مجبور باشیم. اوتوی موی هم میگن استرکلر. بله. بله. این اوتوی مو تا جایی که میشه استفاده نکنیم. ولی اگر حتما باید استفاده کنیم، حتما باید اسپری قبلش که از کمپانیای خیلی معتبر هست استفاده کنیم، چون اونم خودش یه نوع ریزش مو میاره. مستانه جان، کسانی که مثل من همیشه سر کارشون با بلیچ است و بله. همیشه از بلیچ استفاده میکنن، چطور از موهای خود نگهداری کنیم؟ چون معلوم دار است وقت بلیچ میکنیم موها خشک میشه، آسیب میبینه. چطور میتونیم از موهای خود نگهداری کنیم؟ بلیچ یه ماده بسیار مضره.
یک ماده بسیار خطرناک شیمیاییه که اگر یه شخصی ناوارد باشه، یعنی حالا یه همکاری که یا یه شخصی که خودش تو خونه بخواد این کار انجام بده، مو رو کلا می‌سوزونه. مویی که آسیب ببینه، کوتیکول مو که آسیب می‌بینه باز میشه، وارد کورتکس میشه. وقتی کورتکس مو رنگدانه ها ازش خارج میشن آسیب ببینه، بی نهایت سخت درمان کردن. یعنی به چند جلسه احیا فقط نیاز داره که این مو بخواد درمان بشه. توصیه میکنم تا جایی که میشه زیر بار بلیج نری، به خصوص تمام پلاتینه. اگر هم میخواین که خانمایی که حالا دوست دارن به هر دلیلی میخوان سفیدی موشون کمتر پیدا بشه یا هر چیزی زیرا بار بلیچ کردن میرن، باید خیلی همون محافظت کنن. ابتدا باید جای خیلی معتبری برن، چون بلیچی باید استفاده بشه که داخلش حتما اولابلکس استفاده بشه، حتما باید پودر پلکس استفاده بشه، به خاطر اینکه این خودش مو رو دمیج نمیکنه. بعد اگه بعد از اینکه این فرآیند انجام میشه، حتما ما مو رو تریتمنت کنن دیگه. مو باید حتما از ویتامین درمانی انجام بشه که خورد نشه، چون وقتی که بلیج میشه بعد از یه مدت مو ریز ریز خودش خورد میشه. باید جلوگیری کنم، باید حتما از ویتامین ها استفاده کنم، اما ماسکای بسیار عالی که مختص اون موقعیت هست استفاده کنن که کمتر دمیجی بره سراغ مو و خورد بشه. بسیار عالی. هموطنان عزیز، میخوام یک چیز صادقانه بگویم. سالای قبل که مستانه جان موهای ما بلیچ کرده بود، باور کنین یک بارم یک تار موی ما نریخته. وقتی که مستانه جان بلیچ کرده، هیچ بار موهای ما نسوخته، دمیج نشده. ما همیشه شما شاهد بودین سالای سال موهای ما رنگش روشن است و بیشتر مردم درباره موهای ما همیشه حرف میزنه که موهایت قشنگ است، و مستانه جان که بلیچ کرده یک بار هم نشده که موهای ما بسوزه یا یک تارشم در دست ما آمده باشه. تشکر میکنم واقعا در کارتان واقعا عالی است. مستانه جان که پیشش بیاین ساعت ها اینجا میمانین و سر موهایتان کار میکنم، و در آخرام به هیچ عنوان پشیمان نیم باشین، خیلی هم راضی میرین. لطف نه یک مشتری خیلی راضی است. فدتون بشم، شما لطف دارین. خیلی خوشحال میشم که کسایی که تا الان مراجعه نکرده مرکز ما، خوشحال میشم که امتحان کنن، چون فوق العاده تمام موادمون ارگانیک هستش. الان مبحثمون کراتینی که راجبشون صحبت کردم، خیلی از کراتینا اصلا فرمالین دارن، فرمالدهید دارن، ولی خانم‌ها اینو نمیدونن. فرمالدهید خود یه گاز شیمیاییه که خیلی این مواد سرطانزا هستش. نه تنها که در اون زمانی که انجام میشه، تا زمانی که این ماده موثره روی مو هستش، از طریق شستشوی آب داغ یا حرارت این گاز پخش میشه. در جایی که خانمای باردار تشریف دارن، برای کودک تشریف دارن، حتی خود شخص، تمام در معرض بسیار خطر هستن. امروز موادایی که خیلی زیادی که تو بازار هستن به قیمت خیلی ارزونی هم ارائه میشه، و سالوندارا هم خب این قیمت رو آف میذارن، خیلی ارزون بله ارائه میشه. ولی الان علم پیشرفت کرده، یه سری کمپانیایی اومدن که مواد کراتین یا سایر مواد رو اومدن بدون فرمالین و فرمالدهید ارائه میدن که قیمتشون خیلی بالا هست، ولی فوق العاده ارگانیکه. حتی الان موادی که ما استفاده میکنیم کاملا خانمای باردار و شیرده میتونن استفاده کنن، حتی کودکان بالای 6 سال، چون کاملا ارگانیکه، هیچ فرمالین و فرمالدهیدی درونش وجود نداره. چون واقعا فرمالدهید یه گاز بسیار بسیار خطرناکه که سرطانزا هستش و مشکلات ریوی میاره. یعنی تا زمانی که روی مو هستش، مرتب این گاز پخش میشه و همه کسانی که در اون مکان هستن در معرض خطر هستن. معلوماتتان بسیار واقعا مفید است. همتانان عزیز، شما عرفای خانم مستانی عزیز شنیدین، احتیاط کنین به خاطر فیشن که ما شما اول خودم من شخصا نمیفهمیدم، ولی من خب بیشتر تاله دارم، مستانه جان دارم، اما احتیاط کنین جایی که میرین. ما میگیم که چرا سرطان زیاد شده، خب دمی دلایل مختلف است که ما نمیفهمیم و مردم به مرض سرطان مبتلا میشن. بسیار معلوماتتان واقعا مفید است، تشکر. میخواستم سوال کنم که توصیه شما برای کسایی که میخواین موهای سالم داشته باشن چی است؟ اول رنگ نکنن.
تا جایی که ممکنه نمیشه. رنگ و بلیج و اینا چیزهای واقعا مضر هستش. ولی کسایی که موهای سالم و زیبایی میخوان داشته باشن، اگر در مقوله پرپشتی بخوایم بریم، خب بهتره که کارهایی که برای پرپشتی مو هستش، اینی که مو رو بخوان پر کنن، بله، به مراکز معتبر مراجعه کنن، براشون انجام میدن. ولی اگر منظورشون ساقه مو هستش، اینه که ماسک های خیلی عالی استفاده کنن، از مواد ارگانیک خانگی استفاده کنن، ماسک های ارگانیک هم خیلی مهمه، از روغنای ارگانیک خیلی استفاده کنن. اینها باعث میشه که تقویت میکنه مو را دیگه. هرچی بیشتر به مو برسیم، مو سالم تری داریم. تشکر مستانه جان. نگفته نمانه که خودت متخصص پوست هم هستی، ولی این برنامه رو اختصاص دادیم خاص برای موها، چون یک موضوع بزرگ است مو و پوست و خیلی هم مهم است. باز وعده کنین که در برنامه های آینده درباره پوست هم صحبت میکنین. انشاءالله من در خدمتتونم. مستانه جان سوال دارم که خودم تجربه کردیم، چرا بعد از اینکه مواد شیمیایی و یا کراتین استفاده میکنیم به موهای خود ریزش مو پیدا میکنیم؟ به خاطر ما مردم میره پول میده که کراتین کنه، فکر میکنیم موهای بهتر داریم، ولی بعد از یک مدت موهای ما ریزش پیدا میکنه، به اصطلاح ما موی خوره میگیم پیدا میکنه. خب اول اینکه آرزو جون، از زمانی که مشتری سالن خودتون شدین اینجا، این مشکل برای شما وجود نیومده، احتمالاً قبلش این مسئله بوده. بله بله. ولی عواملی که باعث ریزش مو بعد از کراتین میشه که خیلی از همکارای عزیز به کلاینتشون نمیگن، اینه که بعد از کراتین حتما باید یه سری مسائل رو رعایت کنیم. حتما نباید به هیچ عنوان ورزش بعدش انجام بشه، چون ورزش که بعد از کراتین یا مواد شیمیایی اعمال میشه روی مو، باعث میشه که بعدها مثلا بعد از 2 ماه یا 3 ماه ریزش شروع میشه. یا مثلا زمانی که مواد سرخ کردنی یا غذای سرخ کردنی بعد از چند روز بعد از مواد شیمیایی اصلا نباید خورده بشه، استخر و اینا نباید انجام بشه. یکی از دلایل خیلی مهمی که ریزش مو صورت میگیره استفاده از ماسکای نامناسبه. زمانی که شما مراجعه به سالونی میکنین که کراتین یا هر اعمال شیمیایی روی مو صورت میگیره، اکثرا در شاب ها 2 یا 3 مدل ماسک مو وجود داره. بلد. که اینو به همه خانما توصیه میکنن، در صورتی که شخص امکان داره مثلا میگم 1 ماه بعد از اینکه خدماتشون ارائه میشه، تشریف میبرن منزل، یه دفعه دوچار یه شوک عصبی میشن، یا اینکه مثلا کمخونی خیلی شدیدی دوچار میشن، زینگشون میاد پایین، یا مشکل خونی پیدا میکنن. اینا ما زمانی که مثلا من راجع به کلاینت‌های خودم صحبت میکنم، زمانی که تشریف میارن اینا میدونن که ساپورت هستن به مدت 7-8 ماه بعد از کار، هر خدماتی که انجام میدن، هر سوالی که داشته باشن ما در خدمتشون. زمانی که این مشکلات درونی براشون به وجود میاد، تماس میگیرن، بعد از یک سری صحبتهایی که با هم داریم شروع میکنیم همکرامونو براشون عوض کردن و یه سری احیاهای دیگه ای رو براشون اعمال میکنیم. این باعث میشه که مدت زیبایی موشون بیشتر بمونه، ریزششون بلافاصله قطع بشه. در صورتی که خیلی خانومان نمیدونن وقتی که ریزش پیدا میکنن، فکر میکنن که ماسک فریسلوفات و یا اینکه شامپوی فریسلوفات استفاده میکنن اینو همینجوری باید ادامه بدن، در صورتی که نه، این فصل زمستون ماسک عوض میشه، فصل تابستون ماسک مخصوص خودشو داره، اصلا هر نوع موی ماسک مخصوص خودشو داره. مو حتما باید آنالایز بشه. یعنی خود من زمانی که کلاینت تشریف میاره،
ما موشو آنالایز میکنیم، فرم بهش میدیم که این فرمو پر میکنه طبق بیماری هایی که داره یا کارهایی که در یک سال قبل صورت گرفته، طبق این هومکراش بهش تجویز میشه. حتی امکان داره یه شخصو ما سه بار بخوایم هومکراش رو عوض کنیم، یعنی تعویض کنیم. وقتی هومکرای طولانی مدت یک جور انجام میشه، اینا باعث میشه که مو ریزش پیدا میکنه. یه سری دیگه ای که بعد از اعمال شیمیایی انجام میدن پودرای ورزشیه، به خصوص آقایون پودرای ورزشی که استفاده میکنن، این خودش ریزش میاره. حالا خیلی ها نمیدونن، باشگاه که تشریف میبرن یه سری داروهایی پودرایی میخورن برای این خودش ریزش آوره. حتما با هومکراشون رو عوض کنیم. کسایی که اینجوری هستن حتما باید با اون پروفشنالتون صحبت کنین، بدونن که چه چیزایی رو براتون تجویز کنن برای این. خیلی مسائل هستش که بعد از اعمال شیمیایی به هیچ عنوان نباید صورت بگیره. که اینها باید بعد از اینکه چه نوع مواد شیمیایی استفاده میکنن برای مو، نسبت به اون بهشون دستور عمل میدیم که چه چیزهایی نباید هست و چه چیزها باید هست. بسیار معلومات مفید. یک سوال آخر مستانه جان، وقتی که خانم‌ها بعد از اینکه زایمان میکنن یا ولادت میکنن، تقریبا 3 ماه بعد موهایشان برختن شروع میکنه، چی دلیلش از هورمون است، چی است که موهایشان میره؟ خیلی زیاد هم بله. از خیلی کسا میرن. به خاطر اینکه خیلی ها سزاریان میکنن، به خاطر اون جراحی که صورت میگیرن، مواد بیهوشی و بیهستیهی که انجام میشه، اختلالات هورمونی که به وجود میاد یه چیز طبیعیه که بعد از زایمان مو ریزش پیدا میکنه. خیلی بهتره اینه که بعد از زایمان حتما قرصای آهن قطع نشه، فولیک اسید قطع نشه. حالا یه وقت یه اشخاصی هستن که حتی بعد از زایمان هم دارو استفاده میکنن، حالا یه بیماری های خاصی دارن که اینا یه داروهایی رو استفاده میکنن، حتما باید با فارماسیستشون چک کنن که داروهای ویتامینه مویی رو که میخوان مصرف کنن. حتما باید از مواد تقویتی استفاده کنن که این ریزش رو استاب کنن. همون موضوعی که بهتون گفتم اول برنامه، کافی خیلی مهمه، یعنی نه اینکه بنوشن، استعمال کنن به کف سر آب نمک و قرصای تقویتی برای مو، یعنی باید قرص آهن و هرتامین، حالا اگر بچه شیر میدن اونو حتما ما با فارماسیستشون چک کنن، چون خانمایی که شیر میدن یه مقدار دارو براشون سخت تجویز کردن به خاطر بچه، باید حتما با فارماسیستشون چک کنن داروهایی که تقویتی حتما استفاده کنن. خانم مستانی عزیز، یک دنیا سپاس از اینکه به برنامه ما آمدین و اینقدر معلومات مفید و ارزشمند برای بیننده عزیز ما دادین. امیدوار هستم که بیننده عزیز ما از این برنامه، از این حرفای شما مستفید شوند. ممنونم، لطف دارین. امیدوارم که هر جا که هستن سالم باشن و همیشه زیبارو زنده باشن. خواهش می‌کنم، خوشحال شدم. هموطنان عزیز، تشکر از اینکه برنامه ما را میبینین و تشکر از حمایت شما، از کامنت های زیبای شما. امیدوار هستم که برنامه امروز ما بر شما خوشایند و مفید تمام شده باشه. شما میتونید پیشنهادات، انتقادات و نظریاتتان در کامنت بر ما بنویسین و ما در صورت امکان عملی میکنیم. یک دنیا سپاس از انویژن مومنت زین جان عزیز که زحمت میکشن همیشه به برنامه ما. تا برنامه آینده شما را به خداوند می سپارم. خداوند یار و مددگارتان باد.